با درود خدمت شما بزرگواران، پیرو سوال چند مخاطب میخواستم در مورد چند مسئله صحبت کنم. سفر رافائل گروسی به ایران، سفر نچیروان بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق به ایران و مسائل فلسطین، میخواستم چند نکته اشاره کنم که بتونیم پاسخی رو داشته باشیم برای این دوستان عزیز. در مورد سفر قریب الوقوع رافائل گروسی به ایران باید به چند نکته اشاره کنیم که به هر صورت رافائل گروسی و اصلا آژانس انرژی هسته‌ای یکی از ابزار گلوبالیسم جهانی است و برای اینکه اهداف اونها رو جلو ببره این بازیگرها و این به هر حال این سیاست‌ها رو پیاده می‌کنه. قبل از این هم که اسرائیل حمله تلافی جیوانه به ایران انجام بده، ما گفتیم اصفهان اولین نقطه‌ای هستش که اسرائیل بهش حمله خواهد کرد. برای این هم دلیل و تحلیلی داریم که اینجا جاش نیست، فقط بدونیم که اصفهان مرکز ثقل تفکرات یهودی و برشاد اختلاف یهودیان هستش و اصفهان به عنوان یک مرکز سیاسی حائز اهمیت هستش و این جریان درازی داره که به حال میشه از اون کمپانی هند شرقی رم اگر دوستان علاقمند باشن میتونن مطالعه کنن، ولی اینجا موضوع بحث ما نیست. برای همین به اصفهان سفر کرد، در روی پل خواجو قدم زد و این ویدیو جهانی شد. به هر صورت ما گفته بودیم که در 10 روز بعد از حوادث مهسا امینی جمهوری اسلامی متقاعد شد و تمام باج‌هایی رو که لازم بود رو داد و بعد از 10 روز اول جریان مهسا امینی بقیه بازی عملاً یکی از سناریوهایی بودش که گلوبالیست‌ها در داخل ایران پیاده سازی کردن و یک سوپاپ بر صورت براندازی جمهوری اسلامی بود. یعنی بعد از مهسا امینی ما به پایان براندازی جمهوری اسلامی رسیدیم و آغاز نوینی برای تغییر ماهیت جمهوری اسلامی بود. یعنی به جمهوری اسلامی این نوید رو داد با سرکوب کردن احساسات جامعه و با سیاهی لشکری که در اون سمت بازی داشت، مثل مسیح علی نجات، حامد اسماعیلیون، رضا پهلوی، و جمع کردن اینها و بی‌آبرو کردن اپوزیسیون خارج از کشور، عملا امید مردم ایران رو سرکوب کرد. و امروز هم می‌بینیم که با اتفاقاتی که در داخل ایران داره میفته، خیلی هم بدتر از زمان مهسا امینی هست، اتفاقی مثل اون زمان موجی بلند نمیشه مگر اینکه رسانه‌های جریان اصلی و گلوبالیستا بخوان. سفر رافائل گروسی پیروی همون بازی هستش که 1401 شروع شد و ما قبلا هم گفتیم که مذاکرات ایران و غرب برای بر صورت احیای برجام، نه برای پیوند و بازگشت ایران نوین به سیستم جهانی شروع شده و همه اینها یک زمانی میبره که نقطه عطفش میشه اعلام مرگ خامنه یا کنار رفتن خامنه ای. به هر صورت این زمان باید رخ بده و ماکسیموم هم تا پایان سال 1404 این بازی در داخل ایران پیاده سازی خواهد شد. ورود رافائل گروسی و رفتن به اصفهان یک لگدی بودش که به جریان افراطی راست زد و فعلنی که روسیه درگیر اوکراین هستش و اسرائیل هم درگیر مسائل فلسطین هست، بهترین زمانی هستش که بتوانند جمهوری نوین رو در داخل ایران پیاده سازی کنند و به حال صحبت هایی از مذاکرات با امریکا هم در عمان به بیرون درز کردش و سفر رافائل گروسی هم یکی از نشانه هایی بودش که برای یک قرارداد جدید صحبت کنه، چون دیگه برجامی برشا در ظاهر وجود نداره. ولی خب ما قبلا هم گفتیم برجام و مذاکراتی که از زمان روحانی آغاز شد برای دوران پسا خامنه‌ای و ایران نوین بودش و دیدیم طی این چند سال تمام مهره‌هایی که می توانستن در آینده پسا خامنه‌ای نقش ایفا کنن حذف شدن یا کشته شدن. از شخصی مثل قاسم سلیمانی که یک خطر جدی بود برای دوباره به ملیگرایی در داخل ایران و یک خطر بالقوه‌ای بود برای گلوبالیستا، توسط بیت خامنه‌ای حذف شد تا فخری‌زاده و خیلی کسایی که به حال خودتون می‌دونید طی این مدت حذف شدن. سپاه قدس حذف شد، محور مقاومت تقریبا داره تموم میشه در منطقه و بازی‌ها داره به سمت سوی خواهر میره که دیگه ایرانی که وارد سیستم جهانی بشه و با فرایندهای جهانی بر بخوره نیازمند این ابزارهاش نیست. و مهمترین نشانه این بازی هم زمانی بودش که ایران مستقیم به اسرائیل موشک پراکنی کرد و این رو نشان میداد که دیگر نیازی به برصورت حزب الله یا برها گروه های مقاومت عراقی نیست و به هر صورت گروه های عراقی و لبنانی هم به قدری در فساد و ثروت غوطه‌ور شدن دیگر
نیازی نمیبینن که خودشون رو به خاطر ایدئولوژیایی که از اول هم میدونستن احمقانه بود به کشتن بدن. برای همین میبینیم همزمان که ایران حمله کرد به اسرائیل، هیچ کدوم از اینا حتی موشکی هم پرت نشدن، حتی حماس هم موشک پرکنی نکرد. سفر رافائل گروسی هم دقیقاً به این دلیل به ایران انجام شد و یک نشانه ای هستش که باید منتظر ببینیم که حالا اتفاقات در رفح چجوری رقم خواهد خوردش. به هر صورت دو جریان در داخلی هم به جان همدیگه افتادن تا بتوانن اون اهداف سند 20 رو پیاده کنن. یه جریانی که وابسته به افراطیان هست، به یهودیان هست، تلاش میکنه با ایجاد موجهای مثل مهسا امینی بازی این ور رو به هم بزنه، چون برای انتقال قدرت باید در یک شرایط آرام انجام بشه. لابی دیگه هم تلاش میکنه که خیر بازی اینها رو به هم بزنه. برای همین افشاگری هایی که داریم میبینین رو دقیقا هر روز بیشتر میشه و همزمانی که جمهوری اسلامی به دستور گلوبالیستا حمله میکنه به اسرائیل، همزمان با ایجاد فشار در خیابان مثل گشت ارشاد و فشار روی دخترها، تلاش میکنن یک موج رو در داخل ایران پیاده کنن تا بتوانن فشار رسانه‌ای رو که الان گلوبالیستا و جریان مثل امثال مثل جورج سورس علیه جریان نتانیاهو در اسرائیل به راه در جریان رسانه‌ها به راه انداختن رو خنثی کنن. شما ببینید اگر یه جریان مثل مهسا امینی در داخل ایران بتوانن ایجاد کنن، عملا اسرائیل به حاشیه میره و اسرائیل در یک آرامش خبری میتونه به اهدافش برسه. برای همین این جنگ در میون این لابی ها هست با طرح نور و ریختن، اینا همش عملا دروغین هستش. و اون طرح هم به شما گفتم، طرح حجاب دو هدف مهم داشت. یکی برصورت پیاده سازی سند بی سی با اعتبار اجتماعی و کسب کردن بر صورت اون امتیازاتی که یا اون پولی که در حساب افراد هستش در آینده نزدیک، یک مانوری بود. و بعدش هم یک حکومت نظامی هستش که قرار به اسم حجاب اومده، ولی عملا یک حکومت نظامی هستش که بتونن شرایط رو برای انتقال قدرت آماده کنن. چرا انتقال قدرت؟ بهتونم چند دلیل گفتم. چون جمهوری اسلامی یک سیستم به صورت سیستماتیک فاسد شده و توانایی جلو برد اهداف رو نداره و مثلا میبینید سر یک اتوبوس برقی چه داستانی به وجود میاد. برای همین این نظام باید تغییر بده و یک مجموعه بتوانن افسار این نظام رو کنترل کنن. برای همین جنگ و جدال ها ادامه داره و میگم ماکسیمم تا سال 1404 این جنگ ها خاتمه پیدا میکنه و وضعیت ایران روشن میشه، یا یک دیکتاتوری نظامی یا یک جمهوری تقریبا سکولار برصورت که بتواند احزاب مختلف رو رأس کار بیاره. حالا این در مورد سفر رافائل گروسی و اهدافش بود. سفر در نچیروان بارزانی هم به تهران بعد از حمله ایران به اسرائیل به هر صورت یک نشانه ای بودش که مجددا به گروه های مخالف ایران اجازه نخواهد دادش به مواضع جمهوری اسلامی حمله کنن. و گفتیم که وقتی قرار انتقال قدرت شکل بگیره، قطعی قرار یک فرزند جدید زاده بشه، باید شرایط استیبل بشه. حضور نچیروان بارزانی هم محل آمدنش و گوشش رو گرفتن و برصورت این صحبت ها رو کردن به خاطر این بودش که علاوه بر این که اونها چنین حرفی رو بزنن و فشار بیارن به کردهای مخالف جمهوری اسلامی، خودشون هم مشکلاتی که در داخل دارن که به هر حال بین بارزانی ها و طالبانی ها عملا اختلاف زیاد وجود داره و فساد جریان نزدیک به مسعود بارزانی و پسرش مسرور بارزانی باعث شده که اقلیم کردستان و بحران به وجود بیاد. ولی تیم نچیروان بارزانی مقداری از برصورت مسرور بارزانی فاصله دارن. مسرور الان رئیس به هر حال حزب کردستان عراقه و نچیروان بارزانی که تقریبا پسر عموش هستش نخست وزیر هستش و اینها از خانوادگی با هم مشکل دارن که الان نمیخوام وارد این مسئله بشیم. و سفر طالبانی به امریکا هم نشانه دیگری بود. یعنی همزمانی که نچیروان بارزانی به تهران میاد، حزب مخالفش به امریکا میره که عملا اینها بتوانند در یک بازی تیم مسرور بارزانی که مقداری به اسرائیلی ها و یهودیان افراطی نزدیک هستند رو دور بزنه. و این یک حمایتی بودش که علاوه بر اون پیامی که به کردهای مخالف داد، یک پیامی هم بودش برای مسعود و پسرش که مسرور بارزانی هستش که سر در آخور اسرائیل دارن. این هم در مورد سفر نچیروان بارزانی بود. در مورد مسائل فلسطین هم که قبلا گفتیم، نتانیاهو در سر دوراهی قرار گرفته که هر سمتش بره به سقوط منتهی خواهد شدش، یا به حمله به رفح که امروز به حال گذرگاه‌های در رفح رو اشغال کرد، ولی کماکان
وارد اون حمله و ورود نیروی زمینی نشده که منجر به کشتار بشه و کماکان منتظر هستش که بتواند باج بیشتری رو بگیره. ولی محتملاً قرارداد صلح امضا خواهد شد و به هر صورت دولت نتانیاهو سقوط کرده، ولی خب به احتمال خیلی کم وقتی اگه وارد رفح هم بشه به خاطر اون فشارهای سیاسی و عدم حمایت امریکا، انگلستان و فرانسه نتانیاهو و کمبود نیروها و محتملاً حمله یک گروهی مثل حزب الله با فشار گلوبالیستا علیه اسرائیل عملاً باعث میشه که نظام به خاطر اون جنایت‌های جنگی که در رفح رخ میده بر صورت دولت نتانیاهو تضعیف بشه و نهایتاً باعث خواهد شدش که دولتش فرو بپاشه. بر صورت نتانیاهو هم تمام شده، همونطوری که گفتیم پوتین، خامنه‌ای و اردوغان مهره‌هایی بودن که دیگه تاریخ مصرفشون گذشته، در حال تمام شدن هستن و حالا به هر صورت این بازی هایی که در منطقه در حال رخ دادن هست برای خاورمیانه نوین هستش. در سوی دیگر هم اردوغان تلاش میکنه که دوباره با لشکرکشی به سوریه و عراق به اسم مقابله با کردها بتواند از مشکلات اقتصادی و معیشتی که در داخل ترکیه ایجاد کرده عبور کنه و با سفر به هر صورت نچیروان بارزانی مقداری جمهوری اسلامی از این بابت هم به اونها گوشزد کرده، چون به هر صورت میدونید که ترکیه چندین پایگاه نظامی در عراق داره و در کردستان عراق داره و عملاً هفتگی و ماهانه به این کشور حمله میکنه. ولی خب به هر صورت بازی ترکیه هم وارد یک فاز جدیدی شده و اکتبر امسال قرار قانون اساسی ترکیه دوباره بازنگری بشه و محتملاً نظام ریاست جمهوری برگرده به نظام پارلمانی که اینو در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. برشاد اتفاقات هایی که در منطقه مرور میکنیم دقیقا همشون در یک راستا هستن و رفتن به سمت خاورمیانه نوین و هر کدوم از اینها رو بعد پازل ها رو کنار هم بچینیم تا بتونیم به حال تحلیل درستی نسبت به آینده خاورمیانه و کشورمون ایران برسیم.